میخوام خیلی سریع بهتون یه نمایشنامه باحال معرفی کنم. دیکته در زاویه از غلام حسین ساعدی. همونطور که میبینین این کتاب کم حجمه، دو تا نمایشنامه است. فکر میکنین که همچنان داره جهانی که الان در زندگی میکنیم، ایران سال 1402 رو روایت میکنه. پیام کلی هر دو تا نمایشنامه مقاومت در برابر نیروهایی که تفکر انتقادی از سمت شما رو نمیپذیرن. نمایشنامه اولی یعنی دیکته در مورد سه دهنکجی به دیکتاتوری و روشنفکرها و تحصیل کرده هایی که خودشون میشن بازو و اهرم سرکوب. حالا نمایشنامه خیلی پیچیده ای هم نیست، ولی اون چیزی که اوج شاهکار بودن و داره نشون میده نمایشنامه زاویه است. یه سری گروه هایی هستن که خیلی ادعای حرفی برای زدن دارن ولی حرف خاصی برای زدن ندارن و تازه هی هم یک کاری میکنن که نمیذارن طرف مقابلشون حرف بزنه و اون شهروند معمولی که میخواد دست اینا فقط فرار کنه، نجات بده خودش رو. چقدر حس کردم که اون فرد معمولی خود ما این که توی این شرایط گیر کردیم. شما شخصیت‌ها و کاراکترهای خیلی بیشتری رو شاهدش هستیم، شخصیت‌هایی که هر کدوم میتونن بخشی از جامعه رو یه جورایی نمایندگی بکنن. اون شاعر که اصلا تو عالم خودش و خیلی آدم احساساتیه، اون پیرزنی که آدم محافظه‌کار و حتی متعجبی به نظر میاد ولی در واقع یه جورایی تنها انسان عاقل اونجام به حساب میاد از حداقل زاویه دید خودم. اون فیلسوفی که فقط قلم به سلم به حرف میزنه و با دیدگاه بالا به پایین میخواد بقیه رو تغییر بکنه. اون مرد سیبیلویی که کلا داره سعی میکنه که یه نیروی مخالف و مقاومی باشه در برابر اون فیلسوف. مرد عینکی که در واقع با پرداخت پول میخواد رأی مردم رو بخره و واقعا هیچ حرف خاصی برای گفتن نداره جز اینکه بیاد بره کنه و بقیه بیان دنبالش تکرار کنن. براتون آشنا نیست؟ توی همین چنل من قبلا یه مجموعه داستان کوتاه و یه نمایشنامه دیگه از غلام حسین ساعدی معرفی کردم که لینکش رو توی دیسکریپشن و توی تگ‌های بالای ویدیو میذارم. اون دوتا ویدئوی قبلی رو هم ببینید بعد نیست. امیدوارم از این معرفی کتاب مختصر مفید خیلی خوشتون اومده باشه. اگر این نمایشنامه رو خوندین ممنون میشم که نظرتون توی قسمت کامنت ها برای من بنویسید. برای دنبال کردن مطالب بیشتر در رابطه با معرفی کتاب لطفا چنل منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از پست های جدید مطلع بشین. با لایک و کامنت هاتون میتونین کمک کنین که من فعالیت های این پیج رو بهترش کنم.